در مورد یوگسلاوی را عهده‌دار بود، در سخنان خود در این جلسه گفت: نسبت دادن اتهام ناروای تروریسم به یک سازمان سیاسی تهمت سنگین و فرج کننده است که هر کس به دموکراسی و حقوق بشر اعتقاد دارد باید علیه چنین اتهام ظالمانه‌ای اعتراض کند و با صدای بلند نقض قانون را افشا کند. پروفسور کسز اضافه نمود: مسئله شهر اشرف را نیز از این نامگذاری ظالمانه جدا نمی‌دانیم، زیرا اگر ساکنان اشرف در خطر هستند به خاطر همین نامگذاری است. اگر ایالات متحده حفاظت آنها را ادامه ندهد، دست رژیم علیه آنها باز می‌شود و می تواند فاجعه به دنبال داشته باشد. بنابراین ما با اقدامات خودمان باید از چنین فاجعه‌ای جلوگیری کنیم. در ادامه این گردهمایی، آقای دیوید کیلگور، معاون وزیر سابق و از چهره‌های نامدار حقوق بشری کانادا و رئیس مشترک کمیته پارلمانی کانادا برای ایران آزاد، آقای ماریو استازی، حقوقدان فرانسوی و رئیس سابق کانون وکلای پاریس، خانم الیزابتا زامپاروتی، نماینده مجلس ایتالیا از حزب رادیکال، و آقای ژان پیر اودی، نماینده پارلمان اروپا از فرانسه، با ایراد سخنان کوتاهی حمایت خود را از اهداف کمیته اروپایی در جستجوی عدالت اعلام کردند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در سخنان اختتامیه خود از جمله گفت: